خب بدو گفت چون خسته شد بارگی، بدو دادمی سر به یک بارگی. همینجا بودیم دیگه نه؟ نه از 350 اگر بخونین یه بیت تکراریه ولی از 50 کمان را به زه کردیم. کمان را به زه کرد جنگی فرود، سر خانی چرخ بر کف بسود. چرخ یعنی باز کمان در واقع. سر خانه چرخ یا خانه کمان هم باز یه جایی از کمان هست. میگه کمان را به زه کرد جنگی فرود، سر خانه چرخ بر کف بسود. بسود بسود بزد تیر بر سینه اسب گیو، فرود آمد از اسب و برگشت نیو. نیو یعنی پهلوان. پس از اسب فرود آمد و برگشت، همون راهی رو رفت که توس رفته بود. زبام سپید کوه خنده بخواست. من خیلی برام سخته بگم سپید کوه، راحت ترم که بگم سپید کوه، ولی توی لغتنامه نگاه کردم ظاهرا سپید هست. زبام سپید کوه خنده بخواست، همین مغز گرد از گواژه بکاست. این مغز گرد از گواژه بکاست یعنی خیلی تحقیر شد آقای کیف. این که دارن تمسخر میزنن و از توی قلعه دارن مسخرش میکنن و اینها. برفتند گردان همه پیش گیف، که یزدان سپهدار نیو. که اسب است خسته، تو خسته نی، توان شد دیگر باره بسته نی. گفتن خدا شکر تو مجروح نیستی، تو تیر نخوردی، توان شد دیگر باره، دوباره میتونی بری، بسته نی. اگر تیر خورده بودی الان مجروح بودی، ما دیگه امیدی به تو نداشتیم، ولی هنوز امید است به تو. برای گیف شد بیژن تیز مرد. خب اینجا پسر آمد پیش پدر. فراوان سخنها بگفت از نبرد، که ای باب شیر و جن تیز چند، کجا پیل با تو نرفتی به جنگ؟ چرا دید پشت تو را یک سوار، که دست تو بودی دل کارزار؟ میگه چی شد؟ چرا باید یه سواری پشت تو رو ببینه، برگشتن تو رو ببینه، فرار کردن تو رو ببینه؟ که دست تو بودی دل کارزار، ز ترکی کنون اسب خسته به دست، برفتی سراسیمه برسان مست. میگه یک تورانی، ترکی که اینجا میگه منظور تورانیه، میگه یک تورانی باعث شد که تو با یه اسب مجروح و مثل مستا تلو تلو خورون برگردی. بدو گفت خسته، بدو گفت چون خسته شد بارگی، بدو دادمی سر به یک بارگی. خب این سر دادن میتونیم به معنی آواره کردن، آواره شدن و معطوف به امری کردن بگیریم. مثلا ببینن حافظ یه جا میگه که سبا به لطف بگو آن غزال رعنا را، که سر به کوه و بیابان تو داده ای ما را. ما را سر به بیابان تو دادی. ما را سر به بیابان تو دادی یعنی چی؟ یعنی ما را در بیابان ها آواره کردی، ما را معطوف به بیابان ها کردی. حالا اگر به این معنی بگیریم بیت به نظرم معنیش خوب میشه. میگه بدو گفت چون خسته شد بارگی، بدو دادمی سر به یک بارگی. یعنی من معطوف شدم به او، من خواستم اسب رو در بیارم، من خواستم، من دیگه رفتم دنبال درمان اسب، دنبال شفای اسب، دنبال نجات دادن اسب و دیگه ادامه ندادم. در واقع یه جوری گیف هی میخواست، گیف با اون عظمتش، با اون سابقهش، و اینجا حالا در مقابل یه سواری اینجوری به زانو در اومده. همی گفت گفتارهای درشت، شروع کرد فوش دادن.
چو بیژن چنان دید بنمود پشت. بیژن نتونست تحمل کنه که پدرش رو چنین ببینه و این خشمش رو و این فوش دادنش رو و این غرغر کردنش و دروغ گفتنش رو که من دنبال اسب اومدم و اینا. همی گفت گفتارهای درشت، چو بیژن چنان دید بنمود پشت. براشفت گیو از گشاد برش، یکی تازیانه بزد بر سرش. به بیژن گفت واسه ببینم مرد سوی. بدو گفت نشنیدی از رهنمای، که با جنگت اندیشه باید به جای. او کسی بهت تا حالا نگفته که تو جنگ احتیاط لازمه؟ و من احتیاط کردم، تو هم باید احتیاط کنی. ببینم پدرها توی این داستان همه وقتی بچه هاشون میخوان برن به جنگ ناکنه چی میلرزن. مثلا توس وقتی که زرسب میخواست بره دیدن میگفت که جان خودت رو گوش بدار، گفت دلو جان خودت رو گوش بدار. اینجا یه دفعه بیژن میخواست بره ناکنه گیفی که لشکر به جنگ میرفت، یه ها ناکنه بدو گفت نشنیدی از رهنمای، که با جنگت اندیشه باید به جای. اندیشه میدونن که یه معنیش یعنی ترس و یه معنیش یعنی فکر. مثلا اندیشیدن از یعنی ترسیدن، اندیشیدن به یعنی فکر کردن. من به او میاندیشم یعنی به او فکر میکنم، من از او میاندیشم یعنی از او میترسم. که با جنگت اندیشه باید به جای، باید احتیاط کنی، تو را نیست مغز و نه رای و خرد، ما پرورد هر کو تو را پرورد. ما پرورد اینجا یعنی پرورد ما باد، یعنی تو مغز نداری بابا، عقل نداری بابا، و پرورد ما باد، لعنت به من، لعنت به من هر آن کو تو را پرورد، لعنت به من که تو رو پروروندم. دل بیژن آمد ز تندی به درد، به دادار دارنده سوگند خورد. که زین را نگردانم از پشت اسب، مگر کشته آیم به کین زرسب. وزنجا بیامد دلی پر ز غم، سری پر ز کینه بر گستهم. که اسبان تو که از اسبان تو باره دست کش، کجا ور خرامد بر افراز خش. گفت آقای زرسب، آقای ببخشید گستهم، معلومه شو گستهم اسبدار بوده، ضمن اینکه خب پهلوان خوبی هم هست اسبدار بوده. البته اینکه گستهم اسبدار باشه برای من عجیب نیست، چون این گستهمی که میگه این در واقع پسر گژدهم هست و گژدهم میده مرزبان بزرگ ایران بوده و در اون منطقه و خودش خب بسیار یه مقداری بومی اون منطقه مرز ایران و توران هست، چون سهراب هم از توران در واقع به ایران حمله کرد و اولین دژی که جلوی سهراب بود دژ گژدهم، پدر همین گستهم بود و خب اینها تو منطقه بودن، بنابراین اینها بومیان منطقه بودن، حیوانات منطقه رو میشناختن، اسبای منطقه رو میشناختن. این برام عجیب نیست که گستهم در واقع چنین پوزیشنی داشته باشه. وزنجا بیامد دلی پر ز غم، سری پر ز کینه برای گستهم. که از اسبان تو باره ای دست کش، کجا برخرامد بر افراز خش. میگه من یه اسبی میخوام که بتونه سربالایی بالا بره. هر اسبی نه، همه اسبا همه جاها رو خوب نمیرفتن. خب بعضی از اسبا تند میرفتن، بعضی از اسبا استقامتشون زیاد بوده، مسافتای طولانی میتونستن برن. میگه من اسبی میخوام که چی؟ کجا برخرامد بر افراز خش، که بتونه سربالایی خوب بره بالا. بده تا بپوشم سلیح نورد، یکی تا پدید آید از مرد مرد.
یکی اینجا یعنی اینک، یعنی زمانی، یعنی یک بار. یکی تا پدید آید از مرد مرد. خب این رو یکی تا پدید آید از مرد مرد دو جور میشه معنی کنیم. یه معنیشی میتونیم بکنیم که بگذار تا فرق پهلوان تا پهلوان، فرق دلیر و دلیر معلوم بشه. یه اسب خوبی به من بده من بفهمیم که کی مرد کی نیست. و من خودم وقتی تخته بازی میکنم میخوام کری بخونم میگم که بیام بشینیم معلوم کنیم فرق مرد و نامرد چیه، ولی فردوسی بهتر از من میگه، میگه بگه یکی تا پدید آید از مرد مرد. اما یه جور دیگه که میشه معنیش کرد اینه که مرد اول رو بگیریم آدمی، مرد دوم رو بگیریم قهرمان. بگه بده تا بپوشم سلیح نبرد، یعنی اون اسب رو به من بده تا سلاح تا لباس جنگ بپوشم. یکی تا پدید آید از مرد مرد، تا از یه مرد که خودم باشم یه قهرمان بسازم، بتونم از یک انسان یک قهرمان بسازم. یکی ترک رفته است بر تیغ کوه، یه تورانی رفته اون بالا، بدین سان نظاره بر او بر گروه. گریدون کزی در به باید گذشت، جهان پر فریز فراز و نشیب است و دشت. میگه ما باید از اینجا بگذریم، اینجوری نیست که ما اینجا استاک بشیم پشت این قضیه فرود، ما باید از اینجا رد شیم. گریدون کزی در به باید گذشت، اگه قراره که ما از اینجا بگذریم، جهان پر فراز و نشیب است و دشت، هنوز خیلی راه داریم. مرا بارگی آن که جوشن کشد، دو من دست از این دو یکی را کشد. ببینید میگه که چه تحلیلی میکنه. میگه که من دو تا اسب دارم، بارگی هایی دارم که اینها به درد حمل سلاح های من میخورن، از اون دست اسب هایی هم که جوشن کشن، اینها به درد این میخورن که میتونیم. میگه منم از اینجا باید عبور کنیم و ما باید راه طولانی طی کنیم و من به هر دوتا اسبم احتیاج دارم و الان اگر با یکی از اینا برم بالا، این ترکی که رفته بر بالای این کوه یکی از اونا رو میکشه و من بی اسب میشم. میگه که یکی ترک رفته است بر تیغ کوه، بدین سان نظاره بر او بر گروه. همه هم وایستادن دارن نگاه میکنن. گریدون کزی در به باید گذشت، اگه قرار باشه رتشیم، جهان پر فراز و نشیب است و دشت، مرا بارگی آن که جوشن کشد، اسبای خودم دو مانده است، از این دو یکی را کشد. نیابم یکی نیز همتای او، به زهره تگ و زور و بالای او. من دیگه اسبی مثل اون اسبم نمیتونم پیدا کنم، یعنی اسبا رو لازم دارم، اسبی که زهره داشته باشه، اسبی که تگی داشته باشه و اسبی که زور داشته باشه و ارتفاع قد و بالا داشته باشه. اسبا خاصی هم که من دارم، اینا به درد ارتفاع کوه هم نمیخورن، یه اسب خاص میخوام که بتونم برم بالا. بدو گفت گستهم که نیست روی، تو بر خیره برگ بلا را مبوی. زرسب سپهدار و چون ریو نیز، سپهبد که گیتی ندارد به چیز، یعنی جناب توس، پدرتان که شیر ژیان بشکرد، بابای خودت به گردند گردون همین ننگرد، از او بازگشتند دل پر ز درد، کساورد با کوه خارا نکرد. و شما دارن میرن با کوه بجنگین، آقا با کوه که کسی نمیجنگه، ای دونه 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 میرن بالا، این چه کاری که شما دارین میکنین؟ با کوه که کسی نمیجنگه، ول کنین برین، آره اونا بالا هستن. مگر پر کرکس بود یا همای، وگرنه بران دز که پوید به پای. تو کرکس که نیستین که، همای که نیستین که، هی دونه دونه بالا میشین میرین بالا. بدو گفت بیژن که مشکن دلم، کنون یال و بازوی زهم بکسلم. ما حالا اینا دوست داریم اینجوری بخونیم، کنون یال و بازو زهم بکسلم.
گفت ببین دل من مشکم، من چاک میدم سینمو، عصبانیه. یکی سخت سوگند خوردم به ماه، به دارای گیهان و دیهیم شاه، که از این کوه من بر نگردانم اسب، زمانم سراید مگر چون زر اسب. گفت که من قسم خوردم که حتی اگر مثل زر اسب بمیرم، از این کوه بر اسب بر نگردانم، من بر نمیگردم از تو این کوه. بدو گفت گسته که این راه نیست، خرد هیچ از این تیزی آگاه نیست. بدو گفت بیژن به کین زرست، پیاده بپویم نخواهم خود اسب. و اصلا نمیخواه اسب بدین، نده من پیاده میرم. چون این داد پاسخ بدو گستهم، که مویی نخواهم ز ریش تو کم. وزان پس بود بارگی صد هزار، همه دم پر از گوهر شاهوار. بفرمایی تا زین بران کت هواست، بسازند اگر کشت آید رواست. گفت ببین من چیزم نیست، مشکلم مشکل اسب نیست، صد هزار تا اسب الان داره ما و همشون دماشون پر از جواهر آمادن. ببینن همه دم پر از گوهر شاهوار، همه مرسن. و بفرمای تا زین بران کت هواست، بسازند هر کدوم میخوای بگو زین کنن، اگر کشته آید رواست. کشتم شد مهم نیست. میگه که مویی نخواهم ز ریش تو کم. اینجاش من خوشم اومد، چون که همه من میگن ریش تو بتراش مهران راد، منم گوش نمی کنم. و اینجا که گفت که مویی نخواهم ز ریش تو کم، من خوشم اومد. یکی رخش بودش به کردار گرگ، کشیده زهار و بلند و سترگ. جناب گستر یک اسبی داشت که گردنش دراز بود، کشیده زهار و بلند و سترگ، قدش هم بلند بود و اسب قوی بود. زبهر جهانجوی مرد جوان، برو برفکندند برگستوان. دلگیو زرهی انداختند روی اسب، دلگیو شد زان سخن پر ز دود. چو اندیشه کرد از گشاد فرود، فرستاد و مرگستهم را بخواند، بسی داستان جوانی براند. فرستاد درع سیاوش برش، همان خسروانی یکی مغفرش. وقتی که گیف فهمید که بیژن داره میره، خیلی ناراحت شد و گستهم رو صدا زد و کلی از جوانی برای او قصه ها خوند و زره سیاوش رو داد، گفت ببر بده به بیژن که بپوشه. بیاورد گستهم درع نبرد، بپوشید بیژن به کردار گرد. به سوی سپتکوه بنهاد روی، چنان چون بود مردم جنگجوی. چون این گفت شاه جوان با تخار، که آمد به نوی یکی نامدار. نگه کن ببین تا ورا نام چیست، بر این مرد جنگی که خواهد گریست. به خسرو تخار سراینده گفت، که این را از ایران کسی نیست جفت، که فرزند گیو است مردی دلیر. به هر جنگ پیروز باشد چو شیر، ندارد جز از جزو گیو فرزند نیست. گرامی تر است او ز جان و ز چیز. گفت تنها بچه گیو هم هست، تو اکنون سوی بارگی دارده است. خب ما میدونیم که گیو زن گیو بود. نه من زن گیو رو یهو با خواهر گیو اشتباه کردم.
گفت میخواد فکر کنم خب گیف خواهر داشته، چرا داره میگه که ندارد جزو گیف فرزند نیست. بعد فهمیدم که دارم اشتباه میکنم، نه گیف ندارد جزو گیف فرزند نیست، گرامی تر از تو ز جان و ز چیز. بله حالا این ببخشید من قطع کردم. تو اکنون سوی بارگی دار دست، دل شاه ایران نشاید شکست. گفت نکشی گیو رو، بیژن رو، اسب رو بزن. و دیگر که دارد همو آن زره، کجا گیو زد بر میانش گره. گفت غیر از این، تازه این همون زرهی که گفتم تیر ازش عبور نمی کنه پوشیده. برو تیر و ژوپین نیاید به کار، سزد گر پیاده کند کارزار. تو با او بسنده نباشی به جنگ، نگه کن که الماس دارد به چنگ. بزد تیر بر اسب بیژن فرود، تو گفتی به اسب اندرون جان نبود. بیفتاد و بیژن جدا گشت از اوی، سوی تیغ با تیغ بنهاد روی. بیژن دیگه بر نگشت، با تیغ یعنی با شمشیر، سوی تیغ یعنی سوی قله، سوی قله با شمشیر بنهاد روی. یکی نعره زد که ای سوار دلیر، بمان تا ببینی کنون رزم شیر. بدانی که بی اسب مردان جنگ، بیایند با تیغ هندی به جنگ. بیایند با تیغ هندی به چنگ، ببینی مرا گر بمانی به جای، به پیکار از آن پس نیاید راه. گوه اکثر جا جرأت بکنی وایسی منی میبینی، یعنی کسی معمولا جرأت نمیکنه وایسه، میرن آدم ها، ولی تو اگه وایسی منی میبینی. به پیکار از آن پس نیاید رای، میگه از اون به بعد دیگه تصمیم به جنگ نخواهی گرفت. چو بیژن همی بر نگشت از فرود، فرود اندران نیز تندی نمود. یکی تیر دیگر بینداخت شیر، سپر بر سر آورد مرد دلیر. سپر بر درید و زره را نیافت، از او روی بیژن به مستی نتاف. مستی یعنی زاری. یه بیتی هست مال رودکی که معروف هست، میگه مستی مکن که نشنودو مستی، زاری مکن که ننگردو زاری. این بیت رو معمولا همه جا مثال میزنن برای مستی. منتها یه بیتی هست از لبیبی، من این بیت رو دوست دارم. لبیبی رو هم حالا شعر زیادی ما ازش نداریم، من پراکنده این مرون برای چند تا بیت و شعر و اینها از لبیبی داریم. بیت قشنگیه در مورد مستی، میخونم براتون. میگه باده خور و مستی کن، مستی چه کنی از غم. باده خور و مستی کن، مستی چه کنی از غم. دانی که به از مستی صد راه یکی مستی. اگر میخوای مستی کنی بهتر مستی کنی. چه کاریه که بری مستی کنی؟ مستی یعنی زاری. خیلی بیت لبیبی رو من دوست دارم، خیلی خوشگله. باده خور و مستی کن، مستی چه کنی از غم. دانی که به از مستی صد راه یکی مستی. میگه سپر بردرید و زره را نیافت. سپر بیژن که ورده بود بالا جر خورد. سپرها میدونن چندین نوع بودن. یکی از انواع سپرها در واقع از پوست کرگدن بوده، بهش میگن کرگ. خود تو شاهنامه میگه کرگ، که اینها نرم بودن و ولی هنوز تیر ازشون عبور نمی‌کرد. اتفاقا سپرهای خیلی خوبی بودن اینا. به خاطر همین این پاره شدن و دریدن برای سپر معنی پیدا میکنه. میگه سپر بردرید و زره را نیافت، از او
روی بیژن به مستی نتافت، یعنی بیژن هیچ خم به ابرو نیاورد، زاری نکرد، از آن تند بالا چو بر سر کشید. بر سر کشیدن یعنی به قله رسیدن. بزد دست و تیغ از میان برکشید، فرود گران مایزو بازگشت، همی باری دز پرآواز گشت. دوان بیژن آمد پس پشت اوی، یکی تیغ بود تیز در مشت اوی. به برگستوان برزد و کرد چاک، گران مایه اسپ اندر آمد به خاک. به دربند حصن اندر آمد فرود، دلیران دز در ببستند زود. ز باره فراوان ببارید سنگ، بدانست کان نیست جای درنگ. خروشید بیژن که ای نامدار، ز مردی پیاده دلیری سوار، چنین بازگشتی و شرمت نبود، دریغ آن دل و نام جنگی فرود. این همه از ما کشتی، بعد من پیاده بودم تو سوار و خجالت نکشیدی رفتی در بستی سنگ میندازین پایین. بیامد برای توس از آن رزمگاه، بیژن برگشت چنین گفت که ای پهلوان سپاه، سزدگر به رزم چنین یک سوار، شود نام بردار یک دشت خار. اگر کوه خاراز پیکان اوی، شود آب و دریا شود کان اوی. سپه بد نیابد که دارد شگفت، نباید که دارد شگفت، از این برتر اندازه نتوان گرفت. بیژن اومد به توس گفت که کسی جنگجوتر از فرود نیست، از این برتر اندازه نتوان گرفت، یعنی هیولایی گنده تر از این وجود نداره. بیامد بر توس از آن رزمگاه، چنین گفت که ای پهلوان سپاه، سزد گر به رزم چنین یک سوار، شود نام بردار یک دشت خار. با همه ما رو اینجا بکشه عجیب نیست. اگر کوه خاراز پیکار اوی، شود آب و دریا شود کان اوی. یعنی اگر کوه خارا تبدیل به آب بشه و معدن تبدیل به دریا بشه، یعنی بنمایه و هرچه که داریم، هرچه که داریم، این کان اینجا منظورش در واقع سلاح و طلا و درفش و هرچی که داریم دریا بشه، جاری بشه، سپهبد نباید که دارد شگفت. عجیب نیست، از این برتر اندازه نتوان گرفت. من خیلی از این مصرعه که فردوسی هم زیاد به کار میبره که از این برتر اندازه نتوان گرفت خوشم میاد. خیلی مصرعه تکرار شونده‌ایه که فردوسی به کار میبره. سپهبد به دارنده سوگند خورد، که از این دز برارم به خورشید گرد. به کین زرسف گرامی سپاه برارم، بسازم یکی رزمگاه. تن ترک بدخواه بی جان کنم، ز خونش دل سنگ مرجان کنم. مرجان میدونن ساقش قرمزه، ما دیدن مرجان ها رو بیشتر سفید میبینیم و فکر میکنیم مرجان سفید. همین مرجان در واقع همین مرجانیه که ما امروز میگیم، همین به حساب حالا نمیدونم اسمش بذارم گیاه یا بذارم جامد، یه چیزی بین حیوان و جماده، یعنی از یه طرف جماد از یه طرف حیوانه. و ساقه این قرمز رنگه، به خاطر همین خون خیلی جاها به مرجان تشبیه شده، لب به مرجان تشبیه شده. و حالا میگه ز خونش دل سنگ مرجان کنم، یعنی دل سنگ رو قرمز کنم. چون خورشید تابنده شد ناپدید، شب تیره بر چرخ لشکر کشید. دلیران دزدار مردی هزار، ز سوی کلات اندر آمد سوار. در دز ببستند از این روی تنگ، خروش جرس خواست واوای زنگ.
جریره به پای گرامی بخفت. خب میگه شب شد، دلیران دزدار مردی هزار ز سوی کلات اندر آمد سوار، و ظاهرن کسانی به اینها پیوستن و از سوی کلات، کلات گفتم که یه معنیش یعنی قلعه و یه معنیش هم در واقع اون منطقه است که حالا اینها قرار بود از اون منطقه نرن و آقای کیخسرو گفته بود از مسیر کلات نرید و معلومه که خب اونجا یک دژی هم نبوده، دژهایی بودن، قلعه هایی بودن که اونجا قرار داشتن و احتمالاً فرود هم فرمانده کل اون منطقه بوده یا در اختیار فرود بوده هرچی. اینها اومدن در داخل دژ که ببینن چه کار باید بکنن در مقابل این لشکر انبوه، حالا این جنگ هم در گرفته. در دژ ببستند از این رو تنگ، خروش جرس خواست و آوای زنگ، جریره به پای گرامی بخفت. شب تیره با درد و غم بود جفت، به خواب آتشی دید که از دز بلند، برافروختی پیش آن ارجمند. سراسر سفتکوه بفروختی، پرستنده و دز همی سوختی. جریره خواب دید، پایین پای فرود خوابیده بود و خواب دید که آتشی بلند شده و کوه سپتکوه داره می سوزه. دلش گشت پر درد و بیدار شد، روانش پر از درد و تیمار شد. به باره برآمد جهان بنگرید، همه کوه پر جوشن و نیزه دید. دلش گشت پر خون و سر پر ز دود، بیامد دمان تا به نزد فرود. بدو گفت بیدار گرد ای پسر، که ما را برآمد بد آمد از اختر به سر. سراسر همه کوه پر دشمن است، در دز پر از نیزه و جوشن است. به مادر چنین گفت مرد جوان، که از غم چنین چند باشی نوان. مرا گر زمانه شدست اسپری، زمانه ز بخشش فزون نشمری. میگه زبان زمان، میگه که اگر زمانی من سپری شده تو نمیتونی بیشترش کنی، یعنی نمیتونی بیای حالا با تدبیر و با هرچی، با گریه زاری و با هرچی نمیتونی بخشش اون رو بیشتر کنی، بخشندگی زمانه رو بیشتر کنی. بنابراین تو باید قبول کرد اگر زمانه ای کسی سر اومده دیگه سر. به روز جوانی پدر کشته شد، مرا روز چون روز او گشته شد. به دست گروی آمد او را زمان، سوی جان من بیژن آمد دمان. گفت پدرم به دست گروی زره کشته شد. یادتونه که گروی بود که سر سیاوش رو برید. میگه منم قراره که به دست بیژن کشته شد، آخه هر کسی به دست یکی کشته میشه. بکوشم نمیرم مگر غرموار، نخواهم از ایرانیان زینها. چقدرم اینجا تعبیر غرموار خوبه، چون غرم یعنی میش یا گوزن و بز کوهی و خیلی مناسبه با بودن در ارتفاع و بودن در کوه و غروری که بز کوهی تو کوه داره. میگه بکوشم نمیرم مگر غرموار، گفت من مثل بز کوهی میمیرم اگر بمیرم. نخواهم از ایرانیان زینهار، هیچی هم از ایرانیان نمیخواهم چیش. سپه را همه ترگ و جوشن بداد، یکی ترگ پرمایه بر سر نهاد. میان زیر خفتان رومی ببست، بیامد کمانی کیانی به دست. بیامد کمانی کیانی به دست. چو خورشید تابنده بنمود چهر، خرامان برآمد به خم سپهر. یعنی خورشید، خورشید یواش 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 اومد بالای پشت آسمان. ز هر سو برآمد
خروش سران، گراییدن گرزهای گران، او کوس با ناله کرنای، دم نای سرغین و هندیدرای، برون آمد از باری دس فرود، دلیران ترکان هران کس که بود، ز گرد سواران و از گرز و تیر، سر کوه شد همچو دریای قیر. او به معنی همون غاو هست، یعنی غوغا و سر و صدا. صدای کوس با ناله کرنای و بانگ شیپور و سرنا، دم نای سرغین. نای سرغین هم یک نوع شیپور جنگی است، به نظرم رومی هم بوده، و شمشیر و زنگ هندی. اینها خلاصه همه اون مارش های نظامی و صبحگاهی رو با این سلاح ها می زده، با این ادوات موسیقی می زدن. برون آمد از باری دز فرود، دلیران ترکان هران کس که بود، ز گرد سواران و از گرز و تیر، سر کوه شد همچو دریای قیر. و جناب فرود از باری دز آمد بیرون و فریاد و ناله اون سپاهیانش به هوا رفت. نبود هیچ هامون و جای نبرد، همی کوه و سنگ اسب را خیره کرد. از این گونه تا گشت خورشید راست، سپاه فرود دلاور بکاست. فراز و نشیبش همه کشته بود، سر وقت مرد جوان گشته بود. خب این جنگ که درگیر شد و خب دوتا لشکر با هم مواجه شدن، خب اینم گفته بود می جنگم دیگه، چون گفته بود غرموار می میرم در این کوه. و وقتی که خورشید گشت راست، یعنی خورشید کاملا اومد بود بالا، سپاهیان فرود کلیشون کم شده بود. از این گونه تا گشت خورشید راست، سپاه فرود دلاور بکاست. فراز و نشیبش همه کشته بود، سر وقت مرد جوان گشته بود. بدو خیره ماندند ایرانیان، که چون او ندیدند شیر ژیان. ز ترکان نماند ایچ با او سوار، ندید ایچ تنها رخ کارزار. ظاهرا ندید اینجا یعنی صلاح ندید، به صرف ندید. ندید ایچ تنها رخ کارزار، و فکر کرد که تنهایی دیگه نمیتونه بجنگه. انان را بپیچید و تنها برفت، ز بالا سوی دز شتابید تفت. وقتی که تنها شد و دیگه همه سپاهیانش از دست داد، برگشت به سمت دز. چو روحام و بیژن کمین ساختند، یعنی عمو و برادرزاده کمین ساختند، فراز و نشیبش همی تاختند. چو بیژن پدید آمدند در نشیب، نشیب اینجا یعنی کمینگاه، میگه چو بیژن پدید آمدند در نشیب، سبک شد عنان و گران شد رکیب. فرود جوان ترگ بیژن بدید، بزد دست و گرز از میان برکشید. چو روحام گردن در آمد به پشت، خروشان یکی تیغ هندی به مشت. بزد بر سر سفت آن مرد شیر، فرو ماند از کار مرد دلیر. خب اینجا روحام و بیژن در واقع تعقیبش کردن و از کمینگاه ناگاه بیرون اومدن، و یکی از جلو و یکی از پشت سر، و با گرز زدن و شونه آقای فرود از کار افتاد. چنان کش جدا گشت بازو ز دوش، همی تاخت اسب و همی زد خروش. خب این صحنه یه مقداری آدم رو یاد تصویری میسازه که میندازه که از ماجرای ابوالفضل در صحرای کربلا توصیف میکنن،
که میره و بازوش رو جدا میکنن از بدنش و او با این حال با بازوی جدا شده سوار میره. اسم اسب ابوالفضل در اون صحنه عقابه و خلاصه نه زوجنا اسم اسب امام حسین، اسب ابوالفضل اسمش عقابه و بعد به دندان میگیره و اون یکی بازو رو قطع میکنن و یه مقداری به نظر میرسه که شاید از الهام گرفته از این داستان باشه. چنان کش جدا گشت بازوز دوش، همی تاخت اسب و همی زد خروش. به دز در شد و در ببستند زود، شد آن نام ور شیر جنگی فرود. بشد با پرستندگان مادرش، گرفتند پوشیدگان در برش. به زاری فکندند بر تخت آج، نبود شاه را نوز هنگام تاج. خب این نبود شاه را نوز هنگام تاج یعنی هنگام کفن بود، یعنی هنوز موقع تاج گذاریش نرسیده بود، موقع کفنش بود. یه مقداری بیان بسیار تراژیکی از اینکه نبود شاه را نوز هنگام تاج، یعنی این در خور تاج بود، انگار که هنوز وقتش نرسیده بود و موقع مرگش بود. اون شدی هم که در او بیت بود به معنی مرده به نظرم، چون میگه به دز در شد و در ببستند زود، شدم نام ور شیر جنگی فرود، یعنی مرد شیر جنگی فرود. و بعد میگه که بشد با پرستندگان مادرش، گرفتند پوشیدگان در برش. به زاری فکندند بر تخت آج، نبود شاه را نوز هنگام تاج. همه غالی جعد و مشکین کمند، پرستنده و مادر از سر. نه هنوز اینجا فرود نمرده، هنوز فرود نمرده. همه غالی جعد و مشکین کمند، پرستنده و مادر از سر بکند. خب غالی جعد یعنی موهای سیاه رو و خوشبو رو، و مشکین کمند باز یعنی گیسوان سیاه و خوشبو رو، پرستنده یعنی اون اهل حرم و مادر، اینا شروع کردن کندن از سرشون. خب پس اگر ما بگیم که آقای فرود هنوز نمرده، برمیگردم به اون بیتی که بدمنی کردم، میگم به دز در شد و در ببستند زود، شد آن نامور شیر جنگی فرود، یعنی فرود وارد شد. اینجا شد یعنی وارد شد در اونجا و مادرش و پرستندگان هم پسرش رفتن و آمدن بر سر بالین او و شروع کردن موهاشون رو کندن. همی کند جانان گرامی فرود، همی تخت موی و همه تخت موی و همه حسن دود. میگه که داشت جان میکند در حالی که تختش پر از مو بود، از بس مادر و خواهرها و اینها میکندن، و همه حسن پر از دود بود، شهرش آتش گرفته بود. و این مویی که اینجا هست یه مقداری انسان رو یاد مویه هم میندازه. چون این گفت چون لبزه هم برگرفت، که این موی کندن نباشد شگفت. کنون نندر آیند ایرانیان، به تاراج دز پاک بسته میان. پرستندگان را اسیران کنند، دز و باره و کوه بیران کنند. که بیران هم خب یه شکلی از ویران هست که توی لغتنامه هم هست، مثال های زیادی هم زده. دل هر که بر من بسوزد همی، زجانم رخش بر فروزد همی. در واقع میخواد بگه که اگر کسی دلش برای من میسوزه و برای من ارزش قائل هست، ز جانم رخش بر فروزد همی، یعنی برای من ارزشی قائله، همه پاک بر باره باید شدن، تن خیشتن بر زمین برزدن. خب باید یکیتون برین بالای قصر خودتون پرت کنید پایین. که تا بحر بیژن نباید یکی، نمانم منی در مگر اندکی. گفت نمیخوام وقتی که بیژن میاد اینجا کسی غیر از من باشه.
همه تون باید برین خودکشی کن، از بالای باره خودتون پرت کنید پایین. که گیرنده پاک جان من اوست، یعنی بیژن، به روز جوانی زمان من اوست، زمان یعنی مرگ. بگفتین و رخسارگان کرد زرد، برآمد روانش به تیمار و درد. به بازیگری ماند این چرخ، به بازیگری ماند این چرخ مست، که بازی برآرد به هفتاد دست. زمانی به خنجر، زمانی به تیغ، زمانی به باد و زمانی به میغ، زمانی به دست یکی ناسزا، زمانی خدا آرد ز سختی رها. زمانی به دست یکی ناسزا، بعضی موقع بازی که چرخ در میاره به دست یه پس فطرتی است، ولی یه زمانی هم به دست به طور طبیعی آدم رو میکشه. زمانی خدا آرد ز سختی رها، خودش زمانه میاد و ما رو میکشه، ما رو به مرگ طبیعی از این دنیا میبره. زمانی دهد گنج و تخت و کلاه، زمانی غم و خاری و بند و چاه. همی خورد باید کسی را که هست، منم تنگ دل تا شدم تنگ دست. فردوسی میگه من حفظی ندارم بخورم، مالم رفته. فردوسی در الان میدونیم که وقتی داره این ابیات رو میگه بیشتر از 60 سال داره، چون که یادتونه که گفتیم داستان سیاوش رو تو 58 سالگی شروع کرده و بعدن هست که تیکه فرود رو اومده بهش اضافه کرده و احتمالاً حول و حوش 65 سال داره و اون موقعی هست که فردوسی تنگ دسته و میگه همی خورد باید کسی را که هست. میگه خوش به حال اونان که دارن و میخورن، چون که روزگار بازیگریه که با 70 دست بازی میکنه و کارهای مختلف میکنه، هر کسی رو یه جوری چپ و راست میکنه. همی خورد باید کسی را که هست، اگر پول داره برن فلوریدا. منم تنگ دل تا شدم تنگ دست. گفت وای بر من فردوسی که پولی ندارم. اگر خود نزادی خردمند مرد، ندیدی زدگیتی چنین گرم و سرد. میگه که کاشکی که من به دنیا نمیومدم. یک فامیلی ما داشتیم در اتاوا، ایشون از دنیا رفت چند وقت پیشا و خیلی آدم عزیزی بود، خیلی حرفای بامزه ای میزد. یکی از چیزایی که میگفت هر وقت مثلا بلند میشد راه بره یا مثلا پاش درد میکرد اینا، میگفت ای مادر کاش که من نزاییده بودی. اینو دائم میگفت، بر زبانش بود همیشه. میگه اگر خود نزادی خردمند مرد، اگر خود نزادی خردمند مرد، یعنی آن بهتر که مرد خردمند زاده نمیشد. ندیدی زگیتی چون این گرم و سرد. چه فایده داره که ما زاده بشیم و گرم و سرد ببینیم؟ چه لطفی درش هست؟ میگه من نمیفهم. بزاد و به کوری و ناکام زیست، بران زیستن زار باید گریست. سرانجام خاک است بالین اوی، بالین مرد خردمند. دریغ آن دل و رای و آیین اوی، پرستندگان بر سر دست شدند. همه خیشتن بر زمین برزدند، جریره یکی آتشی برفرود. خب این زنان به وصیت فرود عمل کردن. جریره یکی آتشی برفروخت، همه گنج ها را با آتش بسوخت. یکی تیغ بگرفت از آن پس به دست، در خانه تازی اسمان ببست. رفت داخل طویله جریره و در طویله رو ببست.
شکمشان بدرید و ببرید پی، همی ریخت از روی او خون و خهی. در حالی که خون از صورت جلیله میریخت، خون آمیخت با عرق از صورت جلیله میریخت، یکی یکی اسبای تازی رو شکمهای اینها رو پاره بکرد. بیامد به بالین فرخ فرود، بر جامعه او یکی دشنه بود. درخ را به روی پسر برنها، شکم بردارید از برش جان بداد. در دز بکندند ایرانیان، به غارت ببستند یک سر میان. چو بهرام نزدیک آن بار شد، از اندوه یک سر دلش پاره شد. خب اینجا میتونیم بفهمیم که چقدر بهرام ناراحت بود از این قضیه. بیامد به نزدیک فرخ فرود، رخش پرز آب و دلش پرز دود. به ایرانیان گفت کین از پدر، همان خارتر مرد و همزارتر. گفت ما که فاجعه‌ای بزرگتر آفریدیم، گفت که ما از پدرش که آمدیم انتقام خونونو بگیریم که فاجعه‌ای بزرگتر از او درست کردیم. به ایرانیان گفت کین، یعنی که این، از پدر همان خارتر مرد و همزارتر. نها کنید چه درس بزرگی فردوسی داره میده به ما اینجا، که چجوری خشونت میزایه، چجوری در یک انتقام تراژدی پشت تراژدی شکل، این دامینو افکتی که گفتم چجوری داره به اتفاق میفته. و گفت که بهرام گفت چه کاری، ما لشکر کشیدیم بریم که خون سیاوش رو نمیدونم چه بکنیم و اینها، و خودمون داریم به پسر همون رو اینجوری با خانوادش به تباهی کشوندیم. کشنده سیاوخش چاکر نبود. میگه حداقل اون که سیاوشو کش که خدمتکار ایرانیان نبود، عاشق ایرانیان نبود، شعارهای نمیدونم مورد پسند ما رو نمیداد، که حدا دشمن بود، گروه زره که چاکر نبود، که ما که چاکر اینا هستیم، این بلار سرشون آوردیم. که کشنده سیاوخش چاکر نبود، به بالینش بر کشته مادر نبود. مادر رو حداقل نکشتن. به کردار نیدز برف، به کردار نیدز برافروخته، همان خانمان کنده و سوخته. مثل نیستان این دز رو به آتش کشیدیم. نی فکر کنم اینجا به معنی نیستان هست. همان خانمان کنده و سوخته. به ایرانیان گفت که از کردار بترسید و از گردش روزگار. به بد بس دراز است دست سپهر، به بیداد گربر نگردد به مهر. ز کیخسرو اکنون نداریم شرم، که چندان سخن گفت با طوس نرم. یادتونه که کیخسرو چقدر با مروت رفتار کرد با طوس؟ به کین سیاوش فرستادتان، بسی پند و اندرس ها دادتان. ز خون برادر چو آگه شود، همه شرم و آزرم کوته شود. معلومه که دیگه وقتی که بفهمه برادرش کشتن، دیگه اون احترام و ملاحظه، شرم و آزرم اینجا یعنی احترام و ملاحظه، دیگه در اون نخواهد باقی بود. ز روحام و از بیژن تیز مغز، نیاید بگیتی یکی کار نغز. لعنت کنه این خدا این بیژن رو و این روحام رو که یک کار درست تو زندگیشون انجام نداد. باشه هفته آینده ببینیم چه خبر.